سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بچه های عزیز، خانواده محترم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و ایام بکام. مهدی جان چت بازه؟ با توجه به صحبت هایی که جلسه قبل دو هفته پیش با هم دیگه داشتیم و بهتون قول دادم که سیستم خوندن درست رو از نظر برنامه ریزی بهتون بگم چه کارهایی رو باید انجام بدین، امروز انشالله تا جایی که زمان با اون یاری بکنه این مسئله باهاتون در میون میذارم که انشالله امید به خدا یه اتفاق خیلی خوبی بتونه بعد از این برای همه شما عزیزان بیفته. سلام. سلام سینا جون. سلام. از بزرگ منورتون بکنم بچه ها، پیش از اینی که شروع کنیم حرف رو با هم دیگه جلسه رو استارتش بزنیم، ازتون خواهش میکنم توی جای خیلی آروم ساکت بشینید و امروز خیلی صحبت‌های مهمی رو با هم دیگه خواهیم داشت. خیلی صحبت‌های مهمی رو با هم دیگه خواهیم داشت و واقعا ازتون میخوام که شش دانگ باشین سر این جلسه حدوداً یک ساعته. سلام سلام ارادت. سلام سلام. قربونتون بشم. بچه‌ها ببخشید اگر من همه رو سلام نمیگم، عذرخواهی میکنم ازتون. از همینجا مخلص همه. از بزرگ منورتون بکنم که ازتون خواهش میکنم بچه‌ها شش دانگ حواستون با من باشه. تمام فکر و ذکرتون رو بذارید. من میخوام امروز یه چیزایی براتون عیان بکنم که بر طبق صحبت‌های گذشته فقط به درد کنکورتون نمیخوره، فقط به درد این چند ماه نمیخوره. اینو بارها گفتم، هزار بار گفتم، باز هم تاکید میکنم. ببینید بچه‌ها، از این حرفا منی که اینجا وای میستم 40 سال سنمه و دوران دانشگاه رو گذروندم، کنکور رو گذروندم، وارد محیط کار شدم، به قول معروف بالا و پایینی هایی رو چشیدم، تجربه ای دارم، چه تو زندگی چه تو کار، چه دست و پنجه نرم کردم با مشکلات. دلم میخواد حرف هایی رو با هم دیگه داشته باشیم، صحبت هایی رو بکنیم که این نه فقط تو جریان دانشگاهتون بلکه تو تمام مراحل زندگیتون بتونه به دردتون بخوره. گفتم قبلا براتون، پزشک بشی درست رفتار نکنی فایده ای نداره. واقعا خیلی وقتا میگن طرف مثلا چه میدونم دکتره و راننده اسنپه، مثال، حالا نمیخوام بگم اسنپ بده، ولی حالا میگن تو جایگاه خودش نیست، طرف وکیل پاییه که دادگستریه، نمیدونم تو کار خودش نیست، نمیتونه درآمد داشته باشه، یه مهندس از یه دانشگاه خیلی خوب ولی نمیتونه. ببین اینا همش درسته، قربونتون، مرسی. اینا همش درسته و ولی بحث سر اینه که ببین مهندسه، این دکتره، این وکیله، این چه میدونم لیسانس فلان چیز، فوق لیسانس بسار چیز، اگر رو صندلی خودش تکیه نزده بچه ها یه مشکلی این مثلا وجود داره و هیچ مشکلی بیرون از خود آدم که نیستش که. نه، من همیشه میگم آقا اگر یه کسی نتونه به خودش انرژی خوب بده، از خودش توقع معجزه نداشته باشه، بیرونش اتفاقی نمیفته. میگم حرف من و شما زیاد میشنویم تو این فضای مجازی، این برنامه خیلی چیز داریم میشنم، ولی واقعیت زندگی که اینا نیست اصلا. و خوشبختانه خدا رو هزار مرتبه شکر، همونطوری که عرض کردم با تو جلسه قبلم گفتم، الان دیگه شما ماشاءالله خودتون استادین، خودتون یه پا مشاورین، شما الان 6 ماه 7 ماه 8 ماهه که دارین برای کنکور دست و پنجه نرم میکنید، توی این جریان هستین، خیلی چیزا رو دیدید، خیلی صاحب تجربه شدید. دلم میخواد بچه‌ها این حرف‌ها رو هوا بزنید، نه اینکه مثلا بگیم حرفای قشنگی، حرفای خوبیه، وای نمیدونم دوستش داریم، وای نمیدونم انرژی مثبته، نه اصلا بحث این چیزا نیست. دلم میخواد بگونه این فکر کنید و بگونه این رفتار کنید که فردا پزشک شدی یک پزشک متخصص بشی که سر نوبت گرفتن از سر و دست بشکنن، اگر حسابدار شدی بزرگترین کمپانیا تو رو بخواد، اگر مهندس شدی بزرگترین پروژه ها شما رو بخواد، اگر روانشناس شدی مهمترین آدما بخوام بیان با تو مشورت کنه. ببینید این یه حساب دو تا چهار تا. ما که فقط دنبال این نیستیم که 4 سال بریم دانشگاه مدرکی بگیریم، ما که فقط دنبال این نیستیم 6 سال بریم دانشگاه مدرکی بگیریم، دنبال این هستیم که بعد از مدرکی اتفاقایی بر من تو بیفته. خب منم لیسانسمو گرفتم دیگه مثلا، هیچی، پس پیشتم تو خونه، نه اصلا همچین چیزی نیست، قراره که یه اتفاق خیلی مشتی بعدش براتون بیفته که این اتفاق رو بچه شاید یه کسی مثل من میتونه بر حسب تجربهش. ببینید قصه مشاوره، فکر نکن که اینه که من بشتم مثلا کتاب 4 دونه بخونم، نه، مطالعه پشتش هست حتما، کتاب‌های مختلف، تجربه این و اون، آدم خب میدوزده حتی به اصطلاح این اطلاعات رو در اختیار شما میذاریم، ولی ببین اون خونده ها تو تجربه و زندگی من قاطی شده و داره به دستتون میرسه، درست شد؟ در غیر این صورت ببخشید یه جزوه‌ای رو شاید دادم پر میکرد میفرستاد مثلا سینا چه میدونم کامیار جون بیا مثلا چه میدونم جزوه منو بخون، چون یه کانال تلگرامی میذاشتم مثلا سعید جان شاکری بیا مثلا توش این مطالب رو بخون، تمومش رو میرفت به کارش. ولی ببینید
دلم میخواد انقدر حرفه‌ای فکر کنی، انقدر حرفه‌ای برخورد کنی و انقدر حرفه‌ای زندگی کنی. چرا؟ چون تو فقط یک بار این سن رو میگذرونی، تو فقط یک بار این نیروی جوونی رو داری، یک بار وارد میانسالی میشی، یک بار پیر میشی، یک بار جوونی رو گذروندی. تو دیگه هیچ وقت نمیتونی معنای مهد کودک رو بچشی. میتونی بری توش، ولی به عنوان والدین دیگه میتونی بری توش. اون لذتی که یه بچه 6 ساله داره با ماشین کنترلش میبره تو نمیتونی دیگه بچشی. پس دلم میخواد که یه چیز خیلی درجه یک و حرفه‌ای بیاندیشید که یه اتفاق خیلی خوب براتون بیفته. نمیخوام دکتر، مهندس، روانشناس، وکیل، وزیر، نه. دلم میخواد آدم قوی باشید، آدم مثبتی باشید، آدم قدرتمندی باشید. بسیار این نکته مهمی، ازتون خواهش میکنم. به همون دلیل امروز میخوام چند تا چیز رو با شما در میون بذارم. ببینید چند تا نکته رو میخوام با شما در میون بذارم که دلم میخواد واقعا شکارش کنید. یه کاغذ و خودکار بذارید کنارتون، بنویسیدش، هر چیزی رو که گفتم تمام شد بنویسیدش، وگرنه منم الان این 4 تا چیز مینوشتم اینجا روی این براتون توضیح میدادم. درست شد؟ ببخشید کامیار جان من، من قربونتون بشم، مرسی عزیز، من نکته و تست ندارم قربونت بشم. حالا من در مورد حتی بر بچه ها در مورد برنامه اید و اینا هم میپرسن، خیلی زیادم هست تو دایرکت و اینا. من برای شاگردای خودم که برنامه اید رو دارم و وظیفه‌مه دارم براشون انجام میدم و جداگانه برای دونه دونه شون توضیح میدم. برای بچه هایم که در خدمتشون نیستم، حالا اگر همینطوری بتونم براشون یه کمکی داشته باشم هستم، ولی چون وقتم هم بسیار بسیار محدوده و تقریبا میتونم بگم اون سقف دانش آموزی خوشبختانه به لطف شماها رسیده، یه مقداری پذیرش دانش آموز جدید یه کوچولو سخت شده برام، ولی اگر یه نفری واقعا خیلی مشکل داشته باشه تا جایی که بتونم حتما کمکی از نظر فکری بهش میکنم. حالا بچه ها من اگر اجازه بدین وارد بحث چت ها نشیم یکم، من حرفم رو بزنم، بعد حالا آخرش اگر فرصت شد حتما با هم دیگه یه کیفی اینور ماجرا میکنیم. ببینید دوستان، یه چند تا قانون رو میخوام به شما یاد بدم. یه چند تا چیز رو قشنگ فکر کن و ببین، فقط گوش نکن، برو تو زندگی خودت یه کوچولو بیاندیش به تجربه خودت، به 6 ماه قبل، 7 ماه قبل، 10 ماه قبل، فکر کن ببین این بوده یا نه. همونطوری که میگم از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، اون معجزه‌ای که تو زندگی هر شخصی رخ میده از خودشه، از خودشه. ببین اگر این روبرو من وایسادم، خودم اومدم این روبرو وایسادم، کسی نیومده منو بیاره، من دلم خواسته بیام اینجا. شرایطی رو فراهم کردم که این تابلو در اختیار من قرار بگیره. اگر در هر وضعیتی هستی، کار خودت بوده. جلسه قبل به شما گفتم یا باید با مشکلاتتون کنار بیایید و زندگی باهاش بکنید، یا باید تغییرش بدین، یا باید بذارید فقط بگذره. من این رو به جد میگم. تویی که الان داری من نگاه میکنی، ظهر جمعه به جن که استراحت بکنی اومدی وایسادی یه ساعت رو داری حرفای من گوش میدی، پس جز کسایی هستی که دلت میخواد مشکلت رو برطرف بکنی، دوست داری سبک زندگی تو تغییر بدی. من واقعا 2 تا 3 تا از برای بچه ها بودن که واقعا احساس کردم تو این 2 هفته اصلا انفجاری براشون ایجاد شده و من خیلی خوشحالم و من احساس میکنم حتی رسالت خودم با همین 2-3 نفر هم به قول معروف انجام رسیده. الانم دلم میخواد بچه ها، آره چت بازه، ولی فاطمه جان اگر اشکال نشته باشه بچه ها من باز هم توضیح میدم قربونتون بشم، یه استوب بکنید، چیزی ننویسید که من شرمندتون نشم، چون گاهن پیش میاد بر بچه ها سوالای خیلی باحالی رو مطرح میکنه، ولی متاسفانه چون روم به دوربینه و این بر پشت سر هم دیگه، خب تعداد بچه ها زیاده، پشت سر هم دیگه دارن میان بالا، اون سوال خوشگلا مال همتون خوبا، ولی بعضی از سوالا خیلی تکنیکی تره، اونا متاسفانه حذف میشه میره پایین و فرصت نیستش که ما برگردیم از پایین همه رو دوره کنیم، اون چند تای بالایی رو سر میکنیم. قربونی چشمت، مرسی عزیزم. بچه ها ببینیم، یه چند تا چیز باحال رو عرض کردم، سخن کوتاه کنم برم سر وقت اصل ماجرا. ببین یه قانونی وجود داره که خیلی از شماها شنیدینش، خیلی از شماها شنیدین، شاید تو فضای اینستاگرام این برون بر، به نام قانون مورفی، که یه اصل داره میگه از هر چیزی که بترسی بیشتر برات اتفاق میفته. ببین از هر چیزی که بترسی، یادت باشه آدمیزاد پالسای منفی رو خیلی سریع دریافت میکنه. بچه‌ها یادت باشه دختر من، پسر من، رفیق من،
97% مشکلاتی که ذهن منفی داره در تو ایجاد میکنه اصلا قرار نیست بر تو اتفاق بیفته. آقا 97% مسائل و امواج منفی قرار نیست برات اتفاق بیفته، ولی متاسفانه بهش زیاد فکر میکنی. آقا الان دلیلی نداره، از همین الان ببین اینو یه اصل بذار، از همین امروز میگم ببین تو خیلی مدل ها فکر کردی، مدل خوب مدل بد، ولی بابت این فکر بچه هزینه این که نکردیم که درست شد، یعنی کس نمیاد از من تو پولی بگیره. پس بیایم از الان برای بچه هایی که قرار از صفر شروع کنیم، برای بچه هایی که تا الان راضی نبودیم، برای بچه هایی که میخوایم روی این 5 ماه سرمایه گذاری کنیم. دفعه قبل خدمتتون عرض کردم، گفتم اگر نگران 5 ماه گذشته هستی که خوب عمل نکردم، ای کاش از من خوب عمل کرده بودم. اوکی، اگر اون زمان مهمیه که هست، 5 ماه آینده هم وجود داره، 4 ماه آینده هم وجود داره که زمان بسیار بهتریه تا اون. یه تا دو تا چهار تا اصل کنکور عرض کردم، تازه شروع شده. خیلی از ماها بیدار شدیم، خیلی از ما اقدام کردیم، خیلی از ما صاحب تجربه شدیم، خیلی از ما واقعا دلمون می‌خواد اتفاق خوب برامون بیفته. ولی این اصل یادت باشه، به هر چیزی که بیشتر فکر کنی و از هر چیزی که بیشتر بترسی سرت میاد. دیدی میگن همای رحمت مثلا چه میدونم پرنده آمین نمیدونم بالا سر مثلا ما الان برو بشین میشه مامانت، دور از جونت باشه الهی هزار سال سربلند و سلامت باشی، مثلا برگر بگو وای حالم بده نمیدونم دارم میمیرم و اینا، ببین یه ماما میگه ببندن تو، یعنی چه؟ چرا میگن این لفظو به کار نبر؟ دیدی میگن حرف خوب بزن مرغ آمین در راهه؟ آقا تو رو خدا حرف بد نزن، مرغ آمین در راهه. از هرچی بترسی سرت میام، میگن فلانی رو من کردیم، زندگی فلانی خوب نیست. دیدی آدم بعد این مدتی میبینه همون فرآیند منفیه داره تو زندگی آدم شکل میگیره، بعد میگه اونو من کردیم، با بدی گفتیم، با نکبتی گفتیم، سرمون اومد. ببین ضرب المثل رو ماها داریم دیگه، این اصطلاحات رو تو زندگی های روزمره خودمون داریم دیگه، درست شد؟ ازت خواهش میکنم اینو یه اصل بکن، از هر چیز که بترسی سرت میاد. چرا پس میگن ترس و شکست برادرم؟ پس قربونت بشم، به هیچ وجه من الوجود نترس، به هیچ وجه من الوجود نگران و ترس نتیجه کنکور رو نداشته باش. هنوز که اتفاقی نیفتاده قربون قدت بشم، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، سر قبر خالی داری گریه میکنی، از چی داری میترسی؟ از چیزی که هنوز اتفاقی نیفتاده. امروز تو ببر. آقا آدمی موفقه که فقط تو همین لحظه زندگی کن. تو فکر می‌کنی منی که الان جلوت وایسادم، برادر من، خواهر من، فکر می‌کنی من مشکلاتی ندارم؟ به خدا منم دارم. ولی ببین من الان 1 ساعت مال تو هم، من باید تون 1 ساعت برنده باشم. اگر من تون 1 ساعت برنده باشم، برم از این در بیرون، یه سری از مشکلات دیگرم رو میتونم پشت سر بگذارم، و در غیر این صورت نه همچین اتفاقی نمیفته. ازت خواهش میکنم منطقی باش، الکی نترس، از چیزی که بترسی سرت میاد. پس از نتیجه منفی کنکور دیگه مهاجری حق نداره بترسه، دیگه مازیار حق نداره بترسه، دیگه فاطمه حق نداره بترسه، کامیار حق نداره بترسه. آقا نترس، نه ترس، خدا خیلی مهربون تر از این حرفاست، خدا خیلی جایگاه بهتری برای تو قراره تو این زندگی فراهم بکنه. نه در مورد کنکور، فردا رفتی وارد زندگی شدی، فردا رفتی وارد بازار کار، از هیچی نترس غیر از خدای قادر، از هیچی نترس. چون مطمئن باش اگر نترسی و دل بهش بدی، یه اتفاق بسیار خوب برات میفته، اون بهترینا رو برات تدارک میینه. ولی متاسفانه تو اینقدر پلس منفی میدی. آقا چیز خیلی جالب من براتون بگم، فکر میام قصهشو قبلا براتون گفتم. دو تا حالا مریض، ظاهرا مریض، میرن آزمایشگاه، همزمان با همدیگه آزمایش میدن، بهشون میگن برید فردا بیاید، قشنگ گوش بده. میرن جفتشون فردا میان، میگن جواب آزمایشاتون حاضره، آقا خان بفرمید. جواب مثلا اشتباهن، جواب آزمایش آقای آ رو میدن به آقای بی، جواب آزمایش مثلا آقای بی رو میدن مثلا به چی، جا به جا میشه جواب آزمایشاشون، اشتباه میدن، مال این آقا رو میدن به اون آقا، مال اون آقا رو میدن به این آقا. آقایی که سالم بود و فقط رفته بود یه آزمایش بده، بهش گفتن شما سرطان داری. آقایی که مشکل داشت، بهش گفتن شما سالمی، چون جوابش هم دیگه عوض شده بود دیگه. اون آقایی که سالم بود بعد 6 ماه اوزربالش ریخت به هم، اون آقایی که مشکل داشت از فردا هر روز روند بهبود رو پیدا کرد. چرا؟ بچه آدم وقتی مریض میشه، ببین اینو تو زندگی داشته، اصلا ربطی به کنکور نداره این حرف من، آدم وقتی مریض میشه انگار میتونم بهت بگم یه لطف خدا انگار داره یه آلارم بهت میده که ببین سارنگ، یه جات داره بد کار میکنه، یه جای بدنت داره نامیزون کار میکنه. و میدونی این همه آره اشکان جونم، آره قربونت بشم علی جان، وقتی میگی این اتفاق برات میفته، دارم بهت میگم نترس، تا زمانی که بترسی اتفاق خوبه برات نمیفته. پریشب با هم دیگه داشتیم حرف میزدیم تو این چند شب، و علی جان تو جزء اونایی هستی که تو این 2 هفته بلند شدی، این خیلی خوبه. من گفتم 3-4 نفر تغییر کردن، یکیش علی آقا پارساست،
گرفتی که دمت گرم ولی خرابش نکن. همه چیزو بذار رو اصول بره جلو، همه چی بذار رو اصول بره جلو. یه بادکنک رو با تمام انرژی باد میکنی، یه سوزن کوچولو میتونه بادشو خالی کنه. پس شرایط زمانی خوبه که هیچ راه نفوذی نداشته باشه اون سیستم. تمام این اصولو دونه بدونه دارم بهت میگم، همه رو یاد بگیر. اولین چیزی که باید یاد بگیری الان، کسی اینجا قربونتون بشم چیزی ننویس به این دعوا، بذارید آخرش با هم دیگه بتونیم کیف بکنیم. حالا مسئله سر اینه، وقتی که من میام از یک چیزی میترسم، هی پالس منفی میدم، هی انرژی منفی میدم، چجوری میتونم توقع داشته باشم که اتفاق خوب برای من بیفته؟ من با ترس شکست دارم امتحان میدم. ببین اون رینگی که تو داری میری توش بوکس، قبل از اینی که خیلی از ماها بریم توش، انقدر از حریف میترسیم که اگر ضعیف جسته تر از ما هم باشه، حتی تکنیک ورزشش از ما پایین تر باشه، کم تر باشه، مطمئنا ما بهش میبازیم. نباید این اتفاق برای شما بیفته. از چی میترسی؟ از چیزی که امروز اتفاق نیفتاده. امروز تو ببر، در لحظه زندگی کن بدون ترس. و فقط بهت گفتم از اونی که صاحبتون بالاست بترس، از هیچ چیز دیگه ای نترس. این قانون اول و اول و اول و اول. گفتم هر مریضی که میاد سمتت، ببین هر بیماری که میاد سمتت، از خدا داری آلارم. ببین تویی که الان میگی استرس دارم، تو میگی عدم تمرکز دارم، گوش بده، استرست، عدم تمرکزت، میگی دلم درد میکنه، سرم زود درد میگیره، نمیتونم یه جا بشینم یک ساعت. ببین همه مرضه، همش بیماریه. میدونی اگر با این مسائل مواجه هستی، یه لحظه استوب کن، اون کتاب ببند، ببین قشنگ یه روز دو روزه داری به چی فکر میکنی. میدونستی تمام این امراض اغلبا برمیگره به فکر آدم؟ یه چیز براتون میگم، شاید براتون خنده‌دار باشه. ببین من عادت به ماسک ندارم، یعنی تقریبا میتونم بگم خدا رو گواه میگیرم، والله و بالله و تلا، از روزی که کرونا اومده تا الان شاید سر جمع 40 بار ماسک نزدم، خدا رو شاهد میگیرم. و مطمئنا خیلی در دست کسایی بودم که شاید متاسفانه با این ماجرا مواجه شدن، ولی من هیچ وقت نگرفتم خدا رو شکر. یا سرماخوردگی هایی بوده که رد شده. میدونی چرا؟ چون خیلی به این قضیه شاید تو ذهن کنم، شاید اشتباه باشه، نمیخوام بگم درسته غلطه رو کاری ندارم، ولی برام اتفاقی نیفتاده تا الان. شاید حداقل 50% به ذهنم باشه، 50% شاید به ذهنم باشه، نمیگم 100%. البته از یه جای بعد که دیگه واکسن رو زدیم اون قضیه فرق میکنه. اما بهتون دارم میگم بچه ها، هر چیز منفی که داره میاد همش رو پالسای منفی دیگه. من و تو از امروز از چیزی نمیترسیم، از نتیجه کنکور من و تو نمیترسیم. سعی میکنیم امشب رو برنده باشیم، سعی میکنیم امشب رو بچه ها برنده باشیم. این اصل رو داریم، از هر چی بترسی بیشتر برات اتفاق میفته. یه قانون داریم، کیدلین. این بسیار 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 قانون باحالیه بچه ها. قشنگ گوش بدید. میگن که آقا تو قانون کیدلین میگه اگه بتونیم مشکلی که داری رو به صورت کاملا واضح، نه امپیتیری، مشکلی اگر داری رو اگر بتونی به صورت واضح شفاف برای خودت بنویسی، رسم بکنی، نصف مشکل حل میشه. حالا ببین معنیش چیه. بعضیا میان میگن آقا ما تابلو کائنات داریم. خیلی‌ها میگن بنویس من دکترم، لباس سفید، روپوش فلان. بابا این همه چرت و پرته، ولش کن این حرفا رو، بی خیال بابا این حرفا، توهمی مگه؟ ما از الان بردارم واسه خودم یه روپوش بذارم، گوشیام بذارم کنار، که چی بشه؟ دنبال چی میگردی؟ این فکر رو بکن که اگر 1% فکر کنی، اگر اون اتفاق نیفته، دیگه هیچی ازت باقی نمونه. جلسه پیش به تو گفتم عزیز، تو برای کنکور حق نداری شخصیتت رو عوض کنی. گفتم به خاطر اینکه یه آزمون رو ماها مثلا بد میدیم، هزار تا مدل دور از جونتون باشه بچهای غیر از شماها، میان دروغ و دغل فراهم میکنن و این میشه عادت براشون. آها دیشب مهمون داشتیم، آقا حالم بد. بابا خب آزمون تو بد دادی، خیلی خب آزمون بد دادی، چرا داری شخصیت تو خراب میکنی؟ چرا سارنگ داره از یک شخصیت مطهر درست و حسابی قلدر با اعتماد به نفس، چرا داره یه آدم ضعیف میسازه؟ سارنگ چرا داره یه موجود ضعیف از خودش میسازه که برای توجیه کردن 2% به در و دیوار داره میزنه؟ نکن این کارو، انرژی تو نگه داره، عزت نفس رو نگه داره. نه کنکور، هیچ چیزی تو دنیا ارزش اعتماد به نفس و عزت نفس تو نداره. اگر بخوای یه چیزی رو مثلا به اصطلاح خودمون میخوایم اون درصد رو یه جوری پوشش بدیم دیگه، میخوایم درصد رو یه جوری به اصطلاح خودمون ماسمالش کنیم، نیازی نیست آقا جون درصد مال خودت، ماسمال چی؟ یادت باشه ماسمال میکنی ولی درونت به ضمیر ناخودآگاهت داری یه دونه موج میدی، که آقا از این طریقم میشه با ماجرا مواجه شد.
بله مریض میشم، یه مسکن میخورم، تسکین میده، درمانش نمیکنه و اون درد میمونه و کار به یه جایی میرسه که با هزار تا مسکن دیگه درست نمیشه و حتی درمانم دیگه نمیشه. گفتم بهتون اینو بنویسیم، اما توهم قرار نیستش بزنیم، ولی که از این صحبت انگیزشی ها نیست، این همه فرموله، تو به کار ببند. قبلا گفتم هر چیز بعد از 3 هفته عادت میشه، قربون قدت بشم، بعد 92 روز باور میشه. تو اگر بتونی یه چیزی رو باورش بکنی تمامه. تو عشق به پدر مادر تو باور داری و مادر پدر تو رو باور دارن، خدا کنه که ما به مرز باور برسیم. ما خیلی وقتا عرض کردم بهتون مشکلاتی که برامون پیش میاد به علت عدم باور به اون ماجراست. مگه نمیگی صفرم؟ مگه نمیگی از امروز میخوام شروع کنم؟ نپرس از من، باور کن، باور کن اون اتفاق خوبه، میخواد برات بیفته، نپرس از من. گویند که اگر پوت کنی عرش بلرزد. آخه چه کاریه؟ مگه قراره که مثلا با کفر من مگه عرش می‌لرزه؟ این حرفا کدومه؟ اگر قرار بر این باشه که من یه چیز به تو بگم، اگر قرار باشه من یه چیزی به تو بگم و یه اتفاق بد برای تو بیفته، اگر تایید من کارو درست کنه و تکذیب من کارو خراب کنه، اون تصمیم، اون تفکر خوب نیست. اون درخت درخت نیست، یه تیکه چوبه که کاشتی تو زمین، ریشه نداره. تو باید خودتو باور کنی. اگر قسمت نخواست تو موفق بشی، تو موفق شو و قسمت رو عوض کن. بابا تقدیر و تقصیر فرق میکنه. خیلی از گرفتاری مردم که میگن قسمت بوده، قسمت نبوده بابا، تقدیر نبوده، تقصیر بوده. تو اشتباه کردی، موقع رانندگی حواست نبوده، سر تو گوشی بوده، تصادف کردی. چرا میگی تقدیر؟ به طرف برمیگردی میگی آقا حواست نبوده. حالا خدا به شکر یه گلگیرش گرفت، میتونست بدتر از این اتفاق بیفته. چرا باید بدتر از این اتفاق بیفته؟ این چه تفکریه؟ اصلا میتونست اتفاق نیفته. ما متاسفانه بعضی وقتا، سلام سناد جون، بعضی وقتا قربونتون بشم، باید الفاظی کارمون رو خراب میکنیم، خودمون رو توجیه میکنیم. نکن فدات شم. چی رو داری خودتو توجیه میکنی؟ طرف میاد به خود من، دیدم بابام حرف زده دانشون، میگه مشکل منه، میگه آقا من اومدم مثلا دارم بتونم برم تو پیج تو چهار تا چیز مثلا اون مدل خوندنی که گفته بودی رو مثلا نگاه کنم، دیگه رفتم یه چیزایی خوش اومده، یکی داد زده، یکی این حرفا رو زده، فلان زده، بسار زده. بابا خب این دیگه تقصیر خودته، مگه نگفتی میرم یه دقیقه میبینم؟ تو باید بتونی مدیریت بکنی. آقا دیدی، ببن بذارش کنار، تمام. ببین دیگه تو اراده خودته، تقدیر نیست، تقصیره. که من و تو قرار دیگه مقصر نباشیم. چرا؟ چون آدم که عرض کردم بد بخواد فکر کنه، بهترین مدرک دانشگاهی هم داشته باشه، صندلی خودش نمیشینه، قربونت بشم. چه بسا آدمی که درست فکر کنه خیلی بالاتر از صندلی که دیگرون فکر میکنن جاشه، میره پشتش قرار میگیره. پس ما توهم، خدایی نکره دور از سلام شاد مرجون، توهم خدایی نکره دور از جونتون قرار نیست بزنیم. مانتو سفید بذار، اینجوری تو آینه وایسا بگو که من دانشجوی سال 1 پزشکیم. از همین الان، قبلا تو جلسه‌ای که با اولیا داشتم گفتم، گفتم ما کسی رو تعلیم ندید من شما رو دکتر یا مهندس خطاب کنم، ما کاری به این چیزا نداریم. وقتی من برمیگردم میگم مثلا به صورت یه موقع شاید من لابلای حرفا آدم یه شوخی با یکی یه چیزی میکنم، ولی اگه من میام بگم خب مثلا چطوری مثلا امیر حسین جون دکتری دیگه ان شاءالله، ببین اینو میگم در لحظه امیر حسین خان علی جانی خوشش میاد، ولی بعد میره خوش فکر میکنه اگه من پزشکی قبول نشم جواب عسکری چی بدم؟ چقدر خجالت زده میشم، چقدر شرمنده میشم. وقتی خالم میگه الهی 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 تو دیگه نمیدونم دکتر آینده ما هستی دیگه، دارم رفت میگم آره خال جون قربونت فلان، بعد میگم خونه میگم ای خدا من اگه قبول نشم شرفم دو فامیل میره، من دیگه خونه مام بزرگم نمیتونم برم. بخترم میگم آقا اصلا ما نباید وارد این فضا بشیم. مانتو سفید چیه؟ رو پوی سفید چیه؟ چه کاریه؟ بابا اون مثلا مال سال 61-62 بود که مثلا طرف عکس سیلور سر سالونه رو میزد و نمیدونم اون بچه میدونم عکس بازیگر هندی ها رو میزد، که چی بشن که دیگه این کارا میکنه؟ که من قرار دکتر آینده بشم به این حرفا نیست. من دیروز پیش یکی از بچه‌ها بودم، برگشت من گفت آقا من اینو گفتم ببین تو نشستی برای اینکه منو توجیهم بکنی، اومدی ادا اینو درآوردی که من کلی دارم کار میکنم، قربون قدت بشم. تو به جای ترسیمه یه سری چیزها که اصلا به دردت نمیخوره، چهار تا تسیس میزدی که مفیدتر بود. ای کاش من میگفتی سارنگ من تو هم دیگه قرار برنامه داشتیم، من قبل اینکه بیای به ذهنم رسید فلان کارو بکنم، بعد گفتم ولش کن، به جای چهار تا تست میزنم. آقا من به جای اون نوشتنه چهار تا اون تست زدم، نظر چیه؟ بهت میگم 100% تو برنده‌ای. پس قربون قدتون بشم، من و شما آدم واقعی هستیم، قربونت بشم. سلام امیر جون.
من و تو آدم واقعی هستیم، قرار نیست کنکور از من و تو آدم توهمی بسازه. کی همچین حرفی رو زده که تو بری اینجا عکس یه دونه ماشین بکشی هفته بعد صاحبش بشی؟ نمیگم تو ذهنت رویاهای خوب نداشته باش، حتما داشته باش، چرا نداشته باشی؟ خوب فکر کن، حتما فکر کن، شورشو در نیار، مسخره نکن. ببین داشتن هدف با توهم فرق میکنه. توهم باعث میشه که آدم بیشتر در موردش یه حرف بزنه، فکر کنه. بعد میگن اون کسی که بیشتر لب و دهنه که کار که نمیکنه که. یا بعد کار کنی و حرف بزنی، کسی که این ادا رو در میاره اتفاق براش نمیفته. من دیده بودم چند وقت پیش بنده خدایی داشت صحبت میکرد که نار فلین واسه دادن انگ... من تو اینو به چشم دیدم، اینو به چشم دیدم. یه طرفی توی یه زمانی که حالا کلاس حضوری بود و اینا، یه همایشی تو عید گرفته بود در قالب اردوی عید، اومد و مانتو سفید برمی‌داد و خانم دکتره آورد رو استیج. این چه نامردیه داری در حق مردم میکنی؟ چه کاریه؟ تو هدف داری، تو ذهنت داری، قربونت بشم، حل مال تو، دمت هم گرم. میگی آقا من یه همچین ایده‌ای دارم تو ذهنم و بهش خواهم رسید، الهی به امید تو، انشالله دست خدا به امرت، من اون اتفاق خوبه برات میفته. ببند هدف تو، قشنگ پرداختش بکن، بذار تو دلت تمام، ادا دیگه در نیار. میدونی چرا؟ چون فایده‌ای برات نداره، کمون که پالس منفی برات داره. اما بهت گفتم کسی که مشکل داره، ببین کسی که مشکل داره بیاد بنویسه، نصفی از مشکلاتش حل میشه. حالا یعنی چی؟ پس گفتم منظور، قربونتون بشم بچه ها، من باز هم تکرار میکنم، ازتون خواهش میکنم که اگر براتون امکان داره فرداد بشم، امیر جون تو همیشه لطف داری، قربونت بشم. بچه ها جان اگر میشه ننویسی که شرمندتون نشم، سوالاتون حذف میشه. من بهتون قول میدم امروز هر جوری که هست یه روبی برای چتا وقت بذاریم. باشه، بذارید، میخوایم چیزای باحال بهتون یاد بدم. حیفه اون دستتون نره، چون همه شما ازان که بچه های من که نیستید که. و اینی که من بهتون بگم آقا من میتونم این همه شاگرد رو، چون میگم ما زمانمون محدوده، من همیشه میگم من فکر کنم اگه بخوام برای هر شاگردی منطقی 10 دقیقه هم هفته وقت بذارم چند تا میشین نهایتا، مگر اینکه نخوام این کارو بکنم که اونم کار من نیست. بخترم خب فرصت اینو نرم که واسه همتون یه کاری رو بکنم با توجه محدود بودن زمانمون. پس بذارید بهتون یه چیزایی رو قربونتون بشم یادتون بدم که خودتون قشنگ بتونید برید جلو. حالا وقتی مشکل چیزی داشتین رو کمک من و این مجموعه بتونید حساب کنید. اوکی، حالا منظورم از اینی که چشمت بی بلا امیر جان، مهدی جان میدی به سفر رو از اونجا، من میگم مشکلاتمون رو بنویسیم نصفش حل میشه. حالا یعنی چی؟ ببینید بچه ها، خیلی از ما میپرسن، قرار شد رو همه تک تک حرفا امروز چشتان فکر کنیم، فکر کنیم. طرف برمیگره میگه آقا 5 ماه کافیه؟ ببینید سوال نصفه است، مثل اینی که از من بپرسیم مثلا من برگرم میگم خیلی برات قائلم. چی رو قائلم؟ بور سارا خونتون کجاست؟ برم تهران در سفید. آقا جا آدرسی چه نصف نیمه؟ آقا 5 ماه برای کی کافیه؟ میگیم برای من کافیه. تو شرایطت چیه که من بهم کافی؟ مثل اینکه برگردی بگی آقا مثلا 2 ساعت من میرسم. به کجا و با چی؟ ببین 2 ساعت میخوای کجا بری؟ میگی آقا مثلا میخوام برم قم. تازه الان میگم خب تا مسیر قم با چی میخوای بری؟ میگی اتومبیل دارم. میگم آره میرسی. ولی میگم مثلا 2 ساعت کافیه. میگم کجا میخوای بری؟ میگی تجریش. میگم با چی میخوای؟ میگی پیاده. خب میگم طبیعتا نمیرسی 2 ساعت، بیشتر طول میکشه. ببین پس بستگی داره، تو فقط الان درگیر این هستی که مثلا آقا این زمانه کافیه، زمانه برای کی کافیه، شرایط طرف چیه. حالا که البته اصول داره، میخوام امروز بهتون بگم. من میگم آقا مشکلاتتون رو بنویسین، منظورم اینه واقعی کار کنین. من و تو، برادر من، خواهر من، آدم واقعی این بچا، کنکور یه حقیقته. ببین کنکور یه واقعیته که 4-5 ماه دیگه قرار اتفاق بیفته. تو چه بخواهی چه نخواهی، 8-9 تیر وسط میدونی. پس بیایم از امروز، اگر واقعا تو که صفری، محمد جان من، تو برمیگری میگی آقا صفرم، محمد جون میخوام توضیح بدم همین مسئله که پرسیدی رو، میگم من صفرم. اوکی، ببین به تایید من نیست و اینه که حرف منو گوش بده، بعد کنکور دعا میکنی. چون میگم باز دارم بهت میگم میتونم این روبروی وایسن، تو میتونی، تو فلان، تو بسار، تو رتبه فلان کنکوری، تو بسار کنکوری. با بی خیال بابا این حرفا رو یاد بگیر اصولش. مگه به حرف مگه که بعد برگری بعد کنکور واسن دایرکت بدی آقا دمت گرم، نمیدونم نشد که اونی که گفتی. خب دیگه من با آب بشم برم تو زمین که. چون همونطوری که نمیدونم، اگه منو بشناسید میدونید خیلی وارد بحثای کلا نمیشم. حالا خیلی وقتا میگم مورد انتقاد قرار میگیرم که چرا نیستی خیلی تو این فضا و اینا. میگم آقا من وقتشو ندارم، من از 7 صبح 8 صبح با شما تا ساعت 10 و 11 شب نمیرسم به خدا.
ولی دلم میخواد اگر زمانی هست، اگر زمانی هست تو یاد بگیری بابا، یاد بگیر، یاد بگیر، یاد بگیر. گرفتی؟ الان نوشتن مشکل نصف مشکل رو حل میکنه. چرا؟ چون واقعی به مشکلت نگاه میکنی و مشکلت فکر میکنی. آدم خیلی حرف میدن یادش میره. من یه سری حرفایی میشنوه که رو فکر قبلیه تاثیر میذاره، ولی بنویس سخت بذار باشه. الان مشکلی که منو توریم چه برخوری باش بکنیم؟ عرض کردم مانتو سفید نمیذارم من دکتر میشم. من میتوانم. بی خیال بابا، چجوری میتوانم؟ میتوانی، بحثی نداریم. و نمیتوانی، بحثی نداریم. اگر از درش وارد بشوی میتوانی، اگر درش وارد نشوی نمیتوانی دیگه. یه ذره دو تا چهار تا. حالا مثلا اینه که من ببین، منی که اینجا هم با طرفم اسم مرات میبرم، شاید مثلا این برای بچه‌ها ببینه آ زهرا امرو، مهسا سیاری، زهرا سرغولی، من میتونم برات این تا دانش آموز الان نام ببرم که از همین موقع با هم دیگه شروع کردیم به پزشکی قبول شدن. از همین موقع، والله قسم به تمام اعتقاداتم قسم، بچه‌ای که از دانش ولی آقا عقبه یارو چی بوده، چه رفتاری تو این موقع کرده که حالا براتون میگم، توضیح دارم در مورد همه اینا که من دلم میخواد ببین فرصت رو مختنم بشمونید. ببین این فرصت، فرصت باحالیه. با حرف خوشگل من دلتو صابون نزن، با رفتار خوشگلت کارت ولی درست میشه. با حرف تشویقی من تو اتفاقی برات نمیفته. بارها گفتم من اصلا مجد انگیزشی نیستم، ولی میگم راه داره، هر قفلی یک کلید داره. بیا امتحانش کنیم، بیا بندازیم تا فرصت هست بچرخونیم. آقا اگر 5 تا پله هست، ما 4 تاش که میتونیم بریم. درست شد بچه؟ آره. حالا چه کار میکنم من ساره؟ الان میخوام مشکلاتم بنویسم که حل بشه. من اینجا نصفش حداقل حل بشه. من اینجا مینویسم بر فرض مثال 4 ماه دارم، این قسمتی از مشکل من که من 4 ماه دارم، این بر مثلا آتا فصل دارم. درست شد؟ پس مشکل من زمانمه و فصلهای باقی مانده. من باید اینو بنویسم، نه مانتو بس کنم. من میتوانم عکس مثلا چه میدونم پزشکی دانشگاه تهران درشو بذارم بیایم بریم فلان کنم. اوکی دیگه، نه من اینقدر وقت دارم، اینقدر فصلم، حالا چی کنم؟ که حالا این چجوری درست میشه؟ ببین وقتی تو مینویسی میگه اه راست میگه، من واقعا مثلا 4 ماه بر فرض مثال دارم بهت میگم. نه زینب جون قرمز نیست عزیزم. درست شد؟ بچه ها، امیر مهدی جان، من یه عالمه خواهش کردم که ننویسید لطفا. من دیگه ولی نمیگم. عرض به حضورتون بکنم، آره 4 ماه وقت دارم، بعد فرض مثال مثلا 16-17 هفته وقت دارم، اینقدر فصل دارم، پس باید با یک برنامه درست پیش برم. نمیگم پیش من بیا، میخوام یادت بدم خودت این کارو بکنی. اصلا بحث این نیست. دارم میگم خواهش میکنم سمت ما زیاد نیاید. من این شکلی هم در موقعیت الان، ولی تو باید رازش اینه که با یک برنامه درست در حال حاضر پیش بری. مشکل تو بنویس، نصفش حل میشه. چرا؟ یه وقتای ترس چیز خوبیه، یه وقتی ترس چیز بدیه. اون وقتی که آدم بیخود بترسه چیز بدیه، بهتون گفتم توی قانون مورفی. ولی یه وقتایی که ترسی باشه که رو فهم باشه، باز شاید اصطلاح بدی دارم میگم، ترس نیست، شاید دقت نظر بیشتر داشته باشیم. لفظمو اصلاح میکنم، دقت نظر بیشتر داشته باشیم، ذات ماجرا رو بدونیم، کجا وایسادیم، چی بچیم، کی بکیم. این نصف مشکل رو حل میکنه. تو میخوای یه تیری رو شلیک بکنیم با کمان، شرط اول اینه که اول بکشی عقب، بعد ولش کنی میره، و هر چقدر بیشتر بکشی عقب بلندتر پرواز میکنه تیرت. اینو مینویسی، میگی یکم استرس گرفتم، اوکی، ولی واقعیه. شرط اول درمان پذیرفتن درده. وقتی مینویسی درد رو میپذیری، نه اینی که مثلا دارم بهتون میگم بچه امیر رضا بعد از عید جامعه ها حتما شرکت کن، خیلی اهمیت داره. پورتیک هستش، هازمونه دیگه هستش، دیگه میتونی هر کدوم که حالا مشاورت باش مشورت کن برات انجامش میده. خوبه بدونی کجا وایسادی، بدونی میزان گرفتاری چقدره، بشناس. وقتی میشناسی، حالا در صدد برطرف کردنش برمیای. درست شد؟ پس یکی از قوانین بزرگ ما این شد. مورد بعدی، یه قانونی داریم به نام قانون گیلبرت. بسیار 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 مسئله بزرگیه. دلم خیلی میخواد به این قصه گوش کنی. مهدیان سفیدش کن کنی که ما وقت نذاریم. تو این قانون چی میگه؟ حالا میگم من قانون انگلیسیش و اونوریش رو براتون میگم، بعد توضیحش رو میدم که تفسیرش
این قانون میگه که آقا بزرگترین مشکل تو محل کار اینه که کسی بهت نمیگه باید چیکار کنی. قربونت تاش کنجو. میگه که بزرگترین مشکلت اینه که تو محیط کار کسی بهت نمیگه چیکار کنی. همین دردی که من دارم چرا بهتون میگم؟ به هیچ کس فکر نکنی. منم میتونم اینجا بیارم فلانی سارنگ عسکری پارسال موقع شروع کرد رفت شد رتبه یک کنکور. بی خیال. سارنگ با تو فرق میکنه. سارنگ عقبش با تو فرق میکنه. سارنگ توانش با تو فرق میکنه. خیلی از این دوستان متاسفانه اطلاعات درست شاید به تو ندن. ببین من میگم کنکور که خیلی آسونه. با کجای کنکور آسونه؟ آه هر کی این حرفون تو مثلا آدم بد میشه. طرف هم میگه من رتبه فلان کنکور شدم 5 ساعت در روز درس خوندم. بابا نگو اینو. برای چی؟ میخواد قدرت خودشو نشون بده. یعنی من ته باهوش بودم. من از هوشم رتبه آوردم. کم چه حرفی رو زده؟ حرف قشنگه کدومه؟ استمرار داشته باشیم. باید روی اصول برنامه ریزی عسکری رفتیم جلو. دیدید دیگه من توی اینستاگرام یه چند تا از برای بچه‌ها قرار بود که مداومم بیارم ولی بعد دیگه قطع کردم چون احساس کردم که شاید تاثیر خوبی رو شما نداشته باشه. بعد مثلا قسمایه بدم بابا تو رو خدا این نگی مثلا برنامه ریزی عسکری ول کن آقا. کی گفته برنامه ریزی عسکری رو همه جواب میده؟ سلیقه با سلیقه فرق میکنه قربونت بشم. تو خوبی منم خوبم. ولی چرا برنامه من به درد تو نخوره؟ اینا ضعف تو نه ضعف منه. سلیقه است. استمرار داشته باشیم. اینا که همه ما میدونیم. من کنکور چیه؟ خیلی چیزه. کی میگه چی نیست؟ آسونه. کی هم چه حرفی رو زده؟ خیلی هم سخته اتفاقه. اما راه داره. هیچ کس بهت نمیگه. پس چه کار کن؟ به من گوش کن و تو فکر کن. به من گوش کن و تو فکر کن. به من گوش کن و تو فکر کن. این بزرگترین 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 چیزیه که میتونه به تو کمک کنه و و و و و مدل موفقیت خودت رو پیدا کن. به اصطلاح با فکرتون دنیا رو آباد کنید. همونطوری که تو مرحله قبل به تو گفتم، گفتم مشکل تو بنویس. اینقدر زمان دارم، اینقدر کار دارم، 2 ساعت وقت دارم، کاشان میخوام برسم. حالا بس سر چیه؟ بعد میگنه میگی آقا بله من مشکلاتم ثابته. راست میگی مسیر ثابته. تهرانم کجا میخوام برم؟ کاشان. چقدر وقت داری؟ 2 ساعت. پس دیگه سلیقه مطرح نیست. بدو فقط ماشین جور کن. با فکرت کاسه چه کنم این فکر رو نکن که با کدوم راه میتونم پیاده برم. اصلا پیاده نمیتونی بری. فقط ماشین. با هواپیما نه آقا جون ارزشش نداره. نداره مثلا پرواز اینجوری فلان و بسار. فقط ماشین. بشین گاز بگی برو. از هیچ کسی برای خود نگو این کار خطرناکه. بعد برمیگردی میگی ای پس اون شد منم میشم. کی هم چه حرفی رو زده؟ فلان کسک صاحب نمیم فلان کارخونه فلان میارن یه دونه هم از روش برمیدن برداشت من. آره من بچه این کارگری کردم نه این فلان شمون بزن. کی هم چه حرفی رو زده؟ عقبه اونها رو کی میدونه؟ ما ها متاسفانه ببین میخوایم همیشه کاری که خودمون کردیم رو بذاریم به حساب توانایی های خارق العاده خودمون. کی هم چه حرفی رو زده؟ بابا من دانش آموز داشتم که متاسفم از این که دانش آموزم بوده. رتبه خوب کنکورم بوده و متاسفم که باش کار کردم. چرا؟ چون دیدم که داره میگه من این کار نگه من اینقدر خوندم. دروغ میگی. تو 2 سال پشت کنکور مونی. خیلی هم زحمت کشتی تا به اون نتیجه رسیدی و تو مزد زحمات تو کشتی. چرا نمیگی اینو؟ آقا منم دانش آموز داشتم که با هم دیگه سلام علیک کردیم چه می‌دونم یه ما آخر اومد من بشه دور برنامه جمع‌بندی دادم. اون زحمتش خودش کشته بود نه من. پس فکر داشته باش تو رو خدا. فکر داشته باش. فکرتو ببین کلید موفقیتت. فکر کن. به حرف من گوش نکن. فکر کن. بهترین مشاورت خودتی. به خدا خودتی. به خدا خودتی. شب داری تو خونه میخوابی؟ تو اتاقت خوابیدی؟ آه ببین توی یه خدای خودت. تمامت اول آخر وسط قوت خودت میدونی. اشکالتو میتونی. نقاط ضعفتو میدونی. از من نپرس. به حرف هیچ کی گوش نکن. بابا حرف خوب و همه دوست دارن. تو عاقل باش. بعضی‌ها دیدی اصلا آدم باشون میخواد حرف بزنه میترسه. میدونی چرا؟ میگه یارو خیلی حواس جمعه. از اونا باش. چند تا ما بر فرض دارم میگم و از خودم میگم. اصلا منم مهندس عمرانم. تو چند تا مهندس عمران میشناسی که مثلا دارم به تو من که حالا تو کار کنکورم
یکی دیگه اصلا توی شرکت داره حسابداری میکنه، یکی ولی شده مثلا دارم بهت میگم یه آدمی آقای فرزاد دال که من میشناسم، ایشون البته معماری خونده، جزء مثلا بزرگترین سازنده‌های مثلا بهترین نقاط تهران. فرق میکنه بابا، فرق میکنه. من دلم میخواد تو فکر کنی، فکر فرمانده است دیگه، نه برج مراقبت اون بالا نشست، قشنگ بشین با خودت کنار بیا، جزء اونایی باش که آدم میبینه کیف میکنه، میدونه طرف بدون فکر حرف نمیزنه، بدون فکر بچه ها حتی لباس نمیپوشه، سلام محمد ازشون، بدون فکر حتی مثلا کفششو با چه میدونم شلواری ست نمیکنه، فکر میکنه به همه چیز، حتی به تغذیهش، به راه رفتنش، به هر چیزی که میخواد. پس من و تو یادمون باشه کسی به ما چیزی یاد نمیده. کی به من یاد میده؟ فکرم. من میتونم شنونده خوبی باشم، از آدمای خوب، حرفای خوب که خیلی زیادم اصلا، خوشبختانه خود من، همکارام اینجا همه راهنمایی خوب میکنیم، همه رو گوش میکنیم، خود ستاد فرمانده تصمیم میگیره بسم الله العلی العظیم، منم یه اراده فولادی دارم، قراره که یه اتفاق خیلی خوب برای من بیفته. بچه یه قانون دیگه داریم، قربونت بشم، مرسی عزیز دلم، شما خود لطف داری که خوب میشنوی. یه قانون دیگه داریم بچه های من به نام قانون ویلسون، میگه که اگر، میگه اگر اطلاعات و هوش تو همیشه تو درجه اول قرار بدی، اون وقت موفقیت همینجور مثل بنز میاد سمتت. پس چی رو داره میگه؟ اطلاعات و هوش تو. این معنیش چیه بچه ها؟ این چی رو میخواد به من و تو برسونه؟ ادامه حرف پیشم رو فکر میکنه، یعنی دنبال قصه نباش، هوش خودت و اطلاعات تو. باز ببین همه اینا بچه ها داری میبینی انگار همه دارن یه حرف میزنن، من اومدم 4-5 قانون رو برای تو جمع کردم که همشون اینا قوانین، چجوری بهت بگم، اصلا گردن کلفت دنیاست که خیلی ها سرش کتاب ها نوشتن، من دیگه بحث کردن، حرف زدن، از توش پول در آوردن، ضرر دادن توش، کلی انرژی روش رفته. ولی ببین همشون داره، قربونت بشن، مرسی تاجون، همشون سینا جون قربونت بشن، همشون داره روی نقطه متمرکز میشن. از خود بطلب، به خدا تو شاهکار دست خداوندی، تو با یه انرژی مثبت، با یه عشق زیاد بزرگ شدی توسط پدر مادرت. یعنی ببین بابات برای خودش نخرید، برای تو کرد، مامان یه کیف برای خودش نخرید ولی برای تو بهترین کیفا رو خرید. یعنی چی؟ یعنی تو از زمانی به دنیا اومدی با بزرگترین عشق، با بزرگترین عشق. آقا اصلا تو از طرف خدا انتخاب شدی بیای پایین، حاصل یک عشقی، بزرگ شدنت حاصل یه عالم عشق و محبته. بابا شده قرض بکنه تو رو به ترمی مدک بودک فرستا، بابا شد قرض بکنه بر تو PS4 خرید، بابا شده قرض بکنه بر تو به ترمی. یعنی ببین تو مورد توجه و عشق بیکران خانوادت بودی. تو اگه بدونی چقدر عزیزی که اصلا اندازه نداره. ولی متاسفانه بعضی وقتا برای بچه ها برمیگردن به من میگن که آره بابا اینو گفت، مامان اونو گفت. ببین هرچی هم میگه سر عشق میگه، فقط سر عشق میگه. ولی خب دیالوگ آدم هم فرق میکنه، ولی تو نمیتونی برگردی بگی تو دل این آدم غیر از این وجود داره. پدر مادر غیر از عشق از روز اول به تو ندادن، خدا با عشق تو را آفرید، پدر مادر با عشق تو رو به دنیا آوردن، با عشق پدر مادر پرورش پیدا کردی. یعنی یه عالم انرژی مثبت تو زندگی، قدر خودتو بدون، تو نیازی به تشویق من نداری، تو بزرگترین مشوق تو ذهنته، خودتو باور کن. گفتم باز هم میگم آدمیزاد خیلی موجود عجیب غریبیه بچه. دفعه قبل گفتم باز شاید بعضیت برای بچه بعدن، نه محمد امین اشتباه نکن بچه، این حالا بی ربطه که میگم، محمد امین برگشت من گفته آقا آخری سرزنش میکنه، سرزنش نیست. ببین مدلش اینه، هر آدمی الان میخواد یه جوری تو رو هول بده. ببین حتی اونی که میاد بحث انگیزشمون رو بهت میگه روپوش سفید و آویزون کنه اینا، اون نیتش بد نیست، اونم میخواد با اون مدل تو رو هول بده. من میگم من تجربه 22 ساله دارم، با این قضیه آدم هول نمیخوره، اتفاقی بد میفته، ولی اون آدم نیتش بد نیست. ببین یه نفری هستش که میگه بشین دورجون، بفرما دورجونت بتمر، هر سه تا منظورشون نشستنه، ولی در نهایت کس نمیگه میخوام با لگد بزنم، هر سه تا میگن بشین. ببین دیالوگا فرق میکنه، میگی سرزنش میکنن، نه دلش میسوزه، با ادبیات خودش با تو حرف میزنه. این ازت خواهش میکنم تو دلت داشته باش، تو ذهنت بدبین نشو آقا جون.
واقعا این هفته تو الان نمیفهم به سن ما که میرسیم میفهم خدا شده این حرف اصلا ربطی نداره بچه ها. ولی منم این دوران رو گذرندم، مادری داشتم، دارم، پدری دارم، اینا خیلی درس خونده بودن تو دوران خودشون، جز اونایی بودن تحصیلات عالیه داشتن، خیلی هم براشون مهم بوده که بخونن. بچه ها نمیدونم مثلا خواهر من این تحصیلات رو، برادرم اون تحصیل، خیلی براشون این مسائل مهم بود. مثلا خیلی براشون مهم بود برادرم حتما پزشک بشه که شد. خیلی براشون مهم بود مثلا خواهر من حتما دکتراشو بگیره، سه تا گرفت. حتما مهم بود من فلان چیز بشم، شدم. ولی میدونیم بسر چیه؟ تو اون سن شما، تو اون سن شما، منم فکرهایی میکردم که شاید مثلا حالا نفهم میکردم، میگم گیر میدن یا منت میدن. الان میفهمم هیچ کس تو دنیا بنز پدر مادر آدم نیست، نه رفیقت نه هیچ کس، یعنی بهترین رفیق، بالاترین رفیق، مشتی ترین آدمای دور و بعدا میفهمی اصلا پدر مادر قصهشون فرق میکنه. هر چقدر سنت میره بالاتر وابستگیت بهشون بیشتر میشه. ببینیدین چرا؟ چون الان مثلا فرض کن بابا 45 سالشونه، خود افتشون کنه 50 سالشونه، تو 18 سال، خب معلومه که بچه اونا با نگاهشون فرق میکنن، یعنی هر کی یه جور داره دنیا رو نگاه میکنه. تو زمانی که برسی به 45 سالگی اجازه بده به اونجا الان قضاوتشون نکن، بذار به اون نقطه اگر رسی باز احساسگری اشتباه میکنم اون وقت، الان زوده. یه 50 کیلو با 20 کیلو که مقایسه نمیکنن که، بذار اول این 20 کیلو هم بشه 50 کیلو، بعد اون موقع بشیم مقایسه کن. حالا میرم وارد این چیز میشم. حالا قربونت بشم امیررضا جون، شما خود لطفی عزیزه. بچه ها عرض کردم همه اینها در نهایت دارن یه حرف واحد میزنن، دارن یک چیز مشترک میگن. میگن آقا به خودت تکیه کن، به افکار خودت تکیه کن، درست فکر کن، درست فکر کن و درست فکر کن، اطلاعات حقیقی به دست بیار. ببین اطلاعات حقیقی به دست بیار. و یه چیز خیلی باحالتر حالا بهتون میگم، یه قانونی هست فالکلند، میگه آقا وقتی که نیازی نیست تصمیمی بگیری، وقتی مجبور نیستی که تصمیمی بگیری، پس تصمیم نگیر. ببین خیلی باحالا، قشنگ این جمله فکر کن، زمانی که نیازی نیست یک تصمیمی رو بگیری به صورت جدی، تصمیم نگیر. یعنی چی؟ بابا 4 بار به کنکور مونده، چرا از الان تصمیم سال بعدو میگیری؟ چرا داری به این نتیجه میرسی؟ ببین آدم وقتی تصمیم میگیره به نتیجه میرسه دیگه. تو چجوری به این نتیجه رسیدی؟ با کدوم تصمیمی که امسال نمیارم؟ من کنکور شد مگه؟ هنوز نشده، یه عالمه وقت هست. میخوام براتون حساب کنم، من میتونم دو تا مدل برات حساب کنم، مدلی که نمیرسی، مدلی که میرسی. پس ببین من اونجوری که دلم بخواد میتونم به تو القا کنم، ولی تو خدا بهت فکر داده. به خودم دارم بهت میگم من میتونم برات اون مدلی که دلم میخواد بگم. تو عقل داری ولی یا تو عقل داری یا هزار تومن، هزار تو زندگیت به لحن من نباید بسته باشه، قربون قدت بشم. تو نباید زندگیت به لحن من بستگی داشته باشه، فدات بشم. تو عقل داری، تو فکر داری، زمانی که مجبور نیستی تصمیم بگیری، آقا نگیر دیگه. خب بی خیال، چه کاری آخه؟ از الان تصمیم گرفتم بمونم برای سال بعد، تو اشتباه میکنی، مجبور نیستی به گرفتن این تصمیم. از الان تصمیم گرفتم ولش کنم بعدن نمیدونم فلان، تو مجبور نیستی به این تصمیم، از همین الان بگیرش. اگر تو شرایطی قرار گرفتی، تو فقط مجبوری یه تصمیم بگیری، اونم اینه که تو زندگیم تا میتونم گل بزنم از هر طریقی که میشه، تو فقط همین تصمیم رو حق داری بگیری. اینا رو گفتم. حالا بریم یکم با هم دیگه بازی کنیم، کیف کنیم. یه توضیح کوچولو، چون بهتون قول دادم که یکم با هم دیگه حرف بزنیم. مهدی جان زحمت میکشی، مرسی، قربونت، مرسی. قربونت بشم شهروز جان، فدای تو بشم، مرسی مهان جان. ببین بچه ها یه چیز باحال براتون بگم، خیلی از ماها میخوام تمام این 3-4-5 تا چیزی که گفتم یه جنبندی مشتی با هم دیگه بکنیم، بشیم خدایی فکر کنم. اصلا چشم تو به من، ببین سارنگ داره درست میگه غلط میگه، بعد خودت میفهمی کی هستی یا ببین خودت میفهمی کی هستی. من میخوام ثابت کنم که تو خیلی وقتا کابلو گرفتی، اشتباه رفتی. الان خود قشنگ حرف منو میفهمی. خیلی از ما هستیم همین الانش مثلا اصلا حال نداریم 2 ساعت هم اصلا درس بخونیم. فرض کن مثلا رشته ایشالا امیررضا جان، مثلا رشته تجربی هستیم، حالا چون طیف بر بچه تجربی بیشتره اونو مثال میزنم.
فرض میکنم مثلا سارنگ رشته تجربیه، دغدغه‌ای که الان خیلی هستن و میگم متأسفانه ما بی‌نهایت هم همون بدشانسیم. چرا؟ مثلا دیدی از صبح داری میخونی، 10 دقیقه از اتاق میری بیرون، همون موقع مامان از سر کار میاد، بابا از سر کار میاد، همه میگن تو درس نمیخونی. مثلا فرض کن از صبح داری میخونی، مثلا 5 دقیقه من یه دونه مثلا لایو گذاشتم، داری اونو 10 دقیقه نگاه میکنی، همین از صبح داشتم سر موبایلی. حالا اون استثناءات لعنتی رو کاری ندارم. بله رضا جانم دارم. عرض به حضور رضا، میگم رضا جان بساوند، بهتون یاد میدم، وقت داریم هنوز. ببینید بچه ها، فرض میکنیم که این اتفاقا نیفتاده و ما شامل این بدشانسیه نشدیم. ولی به سارنگ برمیگم، میگن سارنگ مثلا 2 ساعت بشین قلب بخون. نمیتونم. ببین ما خیلی وقتا متاسفانه الان یه وقتیه که خیلی از رقیبای شما خوابن. الان وقتشه توی حرکت خیلی مشتی از خود نشون بدی، اوکی؟ ولی نمیتونیم. حالا اصلا کاری نمیکنم وارد اون بحثا بشم. نمیتونیم آقا، نمیتونیم. تا یه ساعت میخوایم بشینیم، هی میخوایم بلند شیم. ببین میگم تو از دل خود بیشتر من خبر داری، 45 دقیقه 40 دقیقه میخونی، هی نمیدونم فکر میکنی، هی میخوای بلند شی، میخوای بری بیرون الکی بری، نمیدونم قربونت بشم، مرسی. ببین تو مثلا میای چه میدونم، فرض کن هی در جدلی با خودت، هی میخوای بری بیرون، هی صورت بشم، هی بیا سرویس برم، هی نمیدونم حواسم پرته، نیستم دیگه تو باغ دیگه. چرا؟ چون این موجای ناامیدی هم هست، همه چیز دست به دست هم دیگه داره. ولی من میخوام یه چیز باحال ازت بپرسم، تو میدونی و جواب خود من که اینجا نمیشتم جواب تو. خیلی دلم میخواد به خیلی از این چت ها بچه ها پاسخ بدم، ولی تو رو خدا الان اگر نگید چیز نکن، چون بعضیاتون خیلی چیزای باحالی میگید، ولی متاسفانه تا میرم اومد رشته کلام از این عدستم در میره، ولی که هم حرف زدم بد میشه. نه نگید تو رو خدا، منم چیزم نه تحریکم نه شیطون نشید، نری تو جلد من رو کنم بر نکن. عرض به حضورتون بکنم که ببین منی که خلاصه کنم، حتی نمیتونم 1 ساعت بشینم با تمرکز مثلا فرض کنم 4 تا پاراگراف از قلب رو بخونم، اوکی؟ حالا ببینم چندمه؟ امروز 6 اسفند 1400 جمعه. اگه من همین الان برگردم بگم که مثلا رضا جانم، سینا جانم، چه میدونم یاسمن جونم، امروز 6/12/1400 جمعه است، باشه 20م 2 هفته دیگه جمعه، همین موقع ازت میخوام یه امتحان بگیرم از مبحث قلب، یا اصلا هفته دیگه از مبحث قلب میخوام ازت امتحان بگیرم. قشنگ گوش بده. مثلا حالا به سینا میگم که شاگرد خودمه که میدونم به دل نمیگه، سینایی که اصلا فکر کن اصلا هیچی نمیخونه، در روز 1 دقیقه هم درس نمیخونه سینا، 1 دقیقه هم سینا درس نمیخونه و خودش احساس میکنه نمیتونه و خانواده هم بهش میگن تو گند زدی به همه چیز، خودش هم پر از ناامیدیه و احساس میکنه اصلا این کاره نیست، باشه؟ ولی فرض کن من به سینا میگم سینا هفته دیگه جمعه من میام اصفهان پیشت، عمو سینا از شاگرده اصفهان، میام سینا جون پیشت، تو هم با موتور بیا پیش من، یه امتحان میخوام ازت بگیرم از قلب، اما فصل 4 زیست 10 میخوام خط به خط ازت بپرسم سینا، اگر بتونی به تمام سوالات من پاسخ بدی، و یادتون باشه سینا نه درس میخونه نه قلب بلده، اگر ولی سینا بتونی به تمام سوالات من پاسخ بدی، مثلا فلان رشته فلان دانشگاهی که تو دوست داری قبولی، چه اتفاقی میفته؟ مطمئنم سینا پسش برمیاد کامل و همه شما پسش برمیاد، درست شد؟ چی شد پس تو که اصلا میگی نمیشه، اصلا 1 ساعت هم تمرکز خوندن نداری، تو که میگم حواسم پرته، چی شد؟ تو که برمیگردی سینا به من میگی عسکری من سارنگ یه روب میشینم همش حواسم میپره، پس چی شد؟ چرا هفته دیگه همه بس بله، چرا حواست نپرید؟ چون یه تضمینی برای قبولی تو هست و میگی آقا حجمش حجم زیادی نیست، زمانش هم زمان بد نیست. پس ببینید بچه‌ها، شما هیچ کدومتون مشکل ندارید، نه حواس پرتی، نه بی‌دقتی، نه استرس، هیچی ندارید. فقط مشکل سر اینه که البته عرض کنم خدمتتون هر امتحانی ذاتش استراب داره، یعنی فرد امتحان رانندگی ان شاء الله بخواید بدید باز استراب هست دیگه، طریق استرابتون بس نیست، ولی تا یه حدیش باحال هم هست اتفاقا. ولی بحث سر اینه که شماها با خودتون خوب کنار نیومدین. ولی وقتی میگم یه فصل یه هفته هم وقت داری، میگه چیزی نیستش که، وقت دارم، فصلم هم خوبه، جور در میاد پس میرسم. قبول شد؟ پس این آدمی که میگه تمرکز ندارم، اصلا دیگه بحث تمرکز نیست، رفت کنار.
پس بستگی داره که دنبال چه چیزی باشی تا چه. آره این خیلی خوبه، گرفتین چی میخوام بهتون بگم؟ پس این شرایطه که باعث میشه تو استراب داشته باشی یا نه، شرایطه که باعث میشه تو تمرکز داری یا نه، شرایطه که باعث میشه دور از جونت باشه، امراضی که تو زندگی اسمش هم نشونده بودی الان فکر میکنی داری. گرفتی چی میخوام بهت بگم؟ بابا شرایطه تو هیچ اتفاق حالت بد نیست، تو اصلا حالت بد نیست، به خدا تر سوزنی حالت بد نیست. این واقعا نظر من. حال من بهتون میخوام یه مثلا پله 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 با هم دیگه بریم جلو. داریم اینو ببخشید. بچه باز البته میگم تا یادم نرفته، البته یه بار گفتم باز هم میگم، برنامه اردوی نوروز، حالا اولا با احترام برای تمام اعتقاداتی که هر کی داره و تصوری که دارن روش و صحبتایی که میکنم، من نظر شخصی خودم رو فقط میگم، اگر تو منزل فضای مساعدیه، آمد و رفت معمولا خب کنکوری ها خانواده‌شون این قضیه رو چیز میکنن، به نظر من خب تو خونه آدم باشه، فضا رو داشته باشه، به نظر من نیاز نداره. و من در مورد بچه های خودم میگم نیازی نیستش، چون خودم برنامه رو کامل ریسیت شده. حالا میگم یه لایوی رو هم صرف این یک دو روز تو اینستاگرام خودم میذارم بر بچه ها، یه چیزی رو بعد یادتون بدم، چون من تمام برنامه های شاگردامو که حالا دارید میبینید، حالا تو هر جایی که هستم، بر بچه ها من دونه به دونه برنامه‌تون رو جدا جدا براتون می‌نویسم، مال عید و مال جمع‌بندی رو، ولی خب یه فرمول داره که اون فرمول رو باید بهتون یاد بدم، که لایوی رو تو یک دو روز آینده حتما می‌ذارم تو اینستاگرام ببینید و بعد به من بدید، یعنی وظیفه‌ای رو دوشتون می‌ذارم، اون کارو بچه‌ی من انجام بدید، به من بدید که من بتونم برنامه خیلی درست و حسابی و به قول معروف مهندسی شده ان‌شاءالله بهتون بدم. بریم. نیما جون قربونت بشم. مرسی امیر جان. ببینید بچه ها، اولین قدم برای این که بتونی، کسی که صفری، تعارف که با خودت نداری، کسی که خوب عمل نکردی، ولی کسی که اینجایی و میخوای تغییر کنی، زرنگ باشه. قرار شد که از اطلاعاتت، هوشت استفاده کنی. اون قسمت آخری که بهتون گفتم، اون قانون فاکلندی که بهت گفتم که بهترین حالت چیه؟ بعد از ببخشید تو ویلسونی که بهت گفتم بهترین حالت چی بود، از اطلاعات و هوش خودت استفاده کنی. الان وقتشه این قانون اینجا باید به کار ببندی. چه شکلی؟ ببینید بچه ها، فرض میکنیم مثلا میگم زیست، بر فرض مثال آقا ده فصل اولش که حالا آتونه، میریم رو فصلهای چیزتر، گوارش این یک، چون میگم معمولا جای بحث نداره، تنفس، قلب، کلیه، گیاهی. ببین قدم به قدم میخوام بهت بگم چه کار کنه. تو شاید تصورت از برنامه اینه که من میام اونجا برات بنویسم شنبه اینو بخون، یک شنبه اونو بخون، اون قسمت دوم اونجا، اصلش اینه که دارم بهت میگم اول از همه همین امروز بشین یه فرم برای خود درست کن، یک کوچولو. مایده جون منم چون میگم طیف بچه ها بیشتر زیاده یکم گیر دادمه، یک کوچولو میاری مهدی پایین من اینو ببینم. نه یک کوچولو باز برو بالا، برو. نه بیا به آخری ها. آره بیا بالا. آها برو. آها یک کوچولو قربونه. فهمین چی رو میخواستم ببینم؟ یعنی حامد، خدا بگم چی کار نکنه حامد غفوری. خیلی خوب بچه ها، ببین من میگم همونطور که بهتون گفتم ما این زمان داریم، درست شد؟ و تو این زمان باید به یه جایی برسیم. شرط اول اینه میخوای برنامه تمیز جمع بشه از الان، میخوای یه اتفاقی برات بیفته که باورت نشه بعد کنکور،
کسی که فکر میکنی حتی میکروبیولوژی، حتی مهندسی، مثلا چه میدونم اون برای مثلا یه شهر دیگه قبول نمیشی، والله بالله تالله به تمام مقدسات عالم اگر حرف امروز منو گوش کنی میاری یا امروز، و اگرم چیزیش مون برای جلسه بعد حتما براتون تکمیل میکنم که تو عید بزنید داغونش بکنید. اما عید برای خود گنده نکن، برای آدم بازنشسته جمعه و شنبه خیلی فرقی نمیکنه. کنکوری رفیق تو هر روزت یک نواخت متاسفانه، اوکی، ولی ایشالا بعد کنکوری اتفاق خیلی باحال برات میفته که یه روز با هم دیگه جلسه میذاریم. خیلی دلم میخواد که بعد کنکور من از شماهایی که هستید یه جلسه بذاریم، اعلام میکنیم مثلا فلان روز با بربچه‌ای پارسا سر کلاس ها بودن، یه گپی بزنیم، بعد حتی شماها بگید آقا حتی چت بکنید من اینجا میخونم برای بچه ها، که تو همین مدت تونستید به خودتون کمک کنید بدون رویا بافی، با واقعیت محض، با کمک گرفتن فکرتون به خدای مهربون. اوکی، بید اول از همه ببینید، گوش بده. میگن آقا من چه میدونم حذف نمیدونم فصل بکنم نکنم، چرا نکنی؟ میخوای اینجا وایسم برات اینجا؟ نه، درست نیست برای کنکور. آقا با ملاحظه نه، بس زندگی تو، من اون چیزی که واقعیه رو باید به تو بگم. حذف فصل بکن حتما. تو برای اینی که مثلا دارم بهت میگم، بر فرض مثال دارم بهت میگم آقا مثلا حقوق دانشگاه شیراز قبول بشی، بر فرض مثال پزشکی مثلا دانشگاه فلان قبول بشی، مهندسی بسار چیز قبول بشی، حسابداری، روانش، هر چی، آقا نیاز نیستش که همه رو صد بزنی. قربون قدت بشم که همچین چیزی رو گفته. آقا تو مثلا چه میدونم با 60 هم میتونی قبول بشی، اوکی، ناامید نباش، خوبه واقع بین بودن. نیمه پر رو ببین، نیمه خالی رو ببین، این دو تا نیمه داره. عاقل اون نیستش که بگیم فقط اینو می‌بینه یا فقط اینو می‌بینه، نه بدبین نه خوشبین، واقع بین. آقا من برای اینکه برسم فارنگ، بله، احتیاج به این عدده دارم. و یک چیزی یادت باشه سارنگ، تو صفری، باشه، میخوای چند بشی؟ میخوام 60 بشم. خیلی خوب، قربونت بشم من. تو وقتی از همین الان وای میسی همش داری به این نگاه میکنی، ولش کن. دفعه قبل به تو چی گفتم؟ گفتم رقیب رقیبو ولش کن. من خودم هیچ وقت با کسی خودم رو مقایسه نمیکنم، اصلا دنبال این نیستم او از من بهتره من از اون بهتره، چه کار دارم آقا؟ من منم. به حال من چه فرق میکنه بقیه چی دارم میگن چی نمیگن؟ من برام این قشنگه که برای بچه‌ها مثلا اینجوری چیزایی مینویسن کیف میکنم من. به من چه مربوطه بقیه چی دارن میگن؟ آ به من چه مربوطه کی چند تا داره، کی چی داره، کی چی نداره؟ منو سنن به من چه ربطی داره؟ من باید یاد بگیرم این منم که به خودم هویت میدم، این منم که زمانی بازندم که از تمام انرژیم استفاده نکنه. باشه بچه‌ها، حالا ببین تو وقتی میای، ولی خب به آدمی زادی میگه سلام حسین جون، وقتی من میام به بسم الله مثلا به این نگاه میکنم خوفم میگیره دیگه، اوکی تو جار ما کی میتونه جمعش کنه؟ اوکی باشه، قربون قدرت بشن، ولی به این که میتونم فکر کنم که اصلا تو فکر کن تو قرار بود روز اول که شروع میکنی صد بزنی این 4-5 ما رو همه ببخشید هیچ کم نمیاد از تیر ما تعارف ما هم دیگه ادم که نمیخوایم در بیاریم. بهتون گفتم حرف بعضی رو گوش ندیم، من نابغه بودم، من از روز اول با 4 ساعت خوندم رتبه فلان گنگوشم، بی خیال با ولمون کن این حرفا، انگار ما مثلا درس نخوندیم. مثلا انگار مثلا شما بابا ما توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که میتونم به جرات بهت بگم تو هر خانواده اغلب هم مثلا دانشگاه رفتن، یعنی من بذاری واسه داداش واسه بابا واسه خاله خندش میگیره، چی داره میگه اینجا؟ میخواد بگه من نابغم، تو 10 ساعت خوندن تا 3 ساعت خوندن منه، کی همچین حرفی رو زده؟ کنکور کار کردن میخواد، اصلا این حرفا نیست. ولی متاسفانه اطلاعاتی که به ما داده میشه گاهن اطلاعات درست نیست، یا مثلا چه میدونم با برنامه فلانی میریم جلو میتر کنیم. ولکن بابا، یعنی چی؟ یعنی تمام رتبه این کشور مال منه؟ کی هم جنرال فیروز زده؟ من قطرم تو این اقیانوس. همه دوستان دارن زحمت میکشن، بچه‌ها دارن عرق میریزن، دم همتون گرم. حالا گوش بده، من میگم سارنگ بله، تو همش اینجا نگو علی مثلا اینجا برگردی بگی مثلا من صفرم میتونم. ببین زمانی میتونی که من صفر، سارنگ صفر، اول بیام پیش خواهم یه دو تا چهار تا کنم. سارنگ چقدر وقت دارم؟ 4 ماه. مثلا مایده من چقدر وقت دارم؟ میگی سارنگ 4. باش. مایده من چند میخوام؟ سارنگ 60 تا میخوام. باش. حالا کاری ندارم به اون حالت حرفه‌ایش که این باید دوره بشه اون باید. میخوام یه جوری روون فقط جان مطلب رو ادا کنم. سلام حسین جان. من تو این 4 ماه باید به 60 برسم، پس قاعدتا باید ماهی 15 تا برم جلو. بر فرض مثال میخوام یکم رونترش کنم، هفته این مثلا کمتر از 6 تا
نه چند تا چهار ببخشید میگم 6 تا هفته کمتر از 4 تا مثلا حالا فرض کنم مثلا 16 تا من هفته 4 درصد باید اضافه کنم به درصدا پس ببین وقتی 100 نگاه میکنی میگرخی بعد تو هفته 4 تا اضافه کنی میشه به خودم میشه حالا 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 که به این تفکر رسیدی بیا اینجا بر خود نگاه کن مثلا تو که انسانی هستی قربونت بشم تو میگی آقا من اقتصاد دارم فلسفه دارم منطق دارم روانشناسی تاریخ جغرافی جامعه شناسی علوم فنون ادبی عربی تخصصی سلام حال تو خوبه خوب هستی مرسی اینا رو دارم درست شد میای انتخاب میکنی به من نگو به من نگو که کدومشون تعداد تست بیشتری داره تو چی کار داری آقا گیرم مثلا دارم بهت میگم قشنگ فکر کن زمان بند این همه اصول داره تو فکر کن مثلا از تو گوارش درست شد اصلا مثال دارم میگم فقط میخوام مطلب جا برات بیفته مثلا آقا 100 تا تست میاد ولی از تو گیاهی مثلا 20 تا میاد بر فرض دارم میگم از کلیه 10 تا میاد از قلب مثلا 20 تا میاد از تنفس مثلا 5 تا میاد از فصله یکم مثلا 15 تا میاد آقا این درسته درست راست 100 تا از توش تست میاد کل سوال 50 تست 100 تا تست میاد تو پسش برمیای تو از پسش برمیای از نظر چی زمان بندی ها یه موقع میبینی بر فرض دارم بهت میگم 20 10 30 50 مثلا چه میدونم 55 مثلا 70 مثل دارم بهت میگم اینم فرض کن 60 از توش میاد که یکم راحت میگم آقا بله خوندن این 30 ساعت وقت میبره ولی اینا هر کدوم 5 ساعت وقت میبره تو نرو روی فصلی که پرتسته تو ببین از پس کدوما برمیای خوندن گوارش مثلا برات یه چیز وحشتناک اصلا نمیتونی بر فرض دارم بهت میگم اینو بذارش اتفاقا که نه کاری نداشته باش از کدوم چند تا میاد تو از پس کدوم برمیای به تناسب زمانت اون اول باید انتخاب کنی اول از همه بچه اونو باید انتخاب کنی پس من میام نگاه میکنم حالا یکم واقع بینانه تا این حالت جوک و فکایی رو میذاریم کنار مثلا من میگم بله من پس قلب برمیام اول از همه استرس نشته باشه به خودت بگو من باید تو این 3 روز 4 روز قلب رو بتم اونجا به کنکور فکر نکن فقط به همین امروزت فکر کن حرف گوش بده اگر بعد کنکور تو فکر میای اصلا منی که میگم دانشگاه فلان رفتم این کار کم میکنم فکر میای اصلا کیم تو فکر میای اصلا من هیچ اشتباهی وقت نکردم تو فکر میای اصلا موقعی کنکور الان وضعیتم خیلی خوب بود واقعی بخوام با تو حرف بزنم نه همه هم بالا پایین داشتیم منم تو همین موقع فکر میکردم قبول نمیشم منم استراب تو رو داشتم منم اشتباهات تو رو داشتم قربونت بشم ولی فرقش اینه که آدم یه جا میشنم خوش دو تا چهار تا میگم بیا دیگه جمعش کنیم بلش کن اوکی بیا اول اینو انتخاب کن قلب اینو بزن بتر کن بعد قلب مثلا میگی حالا پس تنفس برم حالا میخوای بین این 3-4 تایی که مثلا فرض کنم از این 6 تا 7 تا فصل از پس 4 تاش برمیای قبول توی اون 4 تا ببین کدوم از همه پرملات تر به اصطلاح پس ببین شرط اول اینه که ببینی از پس کدوم برمیای دوم ببین کدوم از همه پرملات تر یه هم میبینی تو در عرض یه هفته زیست صفرت شده 10 ببین درصد بالا رفتن واسه توی که متوسطی درس نخوندی و اینها خدای نکرده مثل رژیم گرفتنه نمیدونم شنیدیم دیگه هممون اینو آدم وقتی رژیم میگیره اون مثلا یه هفته 10 روز اول یهو مینی 10 کیلو میاد پایین مثال باز دارم میگم بعد یه جای دیگه وای میسته یعنی یهو مثلا طرف مینی تو 20 روز 7 کیلو اومده پایین یهو مینی تو یه ماه بعد از اون 20 روز 3 کیلو کلا اومده پایین اینم همونه یعنی اولش یهو موتور که راه میفته میره بالا یهو مینی صفر شد سی ببین آدمی که سی میزنه خیلی حالش بهتره تا آدمی که صفر میزنه اول سعی کن یه فونداسیون خوشمزه برای خود درست کنی قبول بچه ها حله حله مهدی میدیم یه نکته بهتون یاد بدم بچه ها اگر میخوان حالا میگم سعی میکنم تو جلسات بعد ولی ازتون خواهش میکنم برای 2 هفته بعد هر کی سوالی چیزی میاد تو ذهنش که دلش میخواد در مورد برنامه چون میگم من باید قبل از عید براتون یادتون بدم کامل بعد پیش از عید با جلسه ای رو که داریم با هم دیگه یه جمع‌بندی بکنیم ولی اگه کسی مثلا نکته چیزی سوالی هست بر من دایرکت بده که من همونو باز بکنم باز دفعه بعد که انشالله
سوال‌های شما به بقیه بر بچه کمک کن. یک، اینی که دیگه چند ساعت بخونم نپرسید. ببین چند ساعت میتونی بخونی. تویی که صفری، تویی که تا الان نخوندی، واقع بین باشیم دیگه، نخوندی. الان من میخوام برگردم بگم آقا نمیدونم 20 ساعت الان شروع کنم بخونم، خب نمیخونی، یه اتفاق بدی میفته. یه زور بزن ببین تا چقدر میتونی. سارنگ میگه آقا من تا الان نخوندم، صفر میزنم میتونم نخونم، عادت ندارم به این موندنه. حالا کلیشه ای بخون تو باید فلان کنی، بی خیال آقا، بی خیال، قرار شد کاملا منطقی باشیم. فارنگ الان 8 ساعت، من میگم قربونه قدرت بشم 8K اول مهر، ولی منو تو فردا عیدمونه شروع میشه، ولی سعی میکنیم از الان قشنگ همون برنامه‌ای رو که میخوایم از اول فروردین بریم، مثلا اول فردا بریم دیگه. نمیگم تو امروز بخوام انگیزه چیار، همین الان فردا صبح شروع کن، امروز تنظیمات تو بکن، فردا صبح شروع کن. مثلا فارم میگم من از 8 مثلا فرض بفرمایید میتونم شروع کنم 8 ساعت. خیلی خوب، 8 ساعتت رو تنظیم کن رو زمان. مثلا من میگم که مثلا سمین سمین یه سوال پرسی که الان متاسفانه نمیتونم بگم، ولی نه قطعی نیست، حتما اگه احتیاج داری بکن، اگه نداری برای چی میخوای کارو انجام بدی. این 8 ساعت رو من میگم سمی صبح ساعت چند بلند میشی؟ تو میگی من ساعت 9. میگم اوکی، فردا صبح تو بکن یه ربع نو. ببین کاری رو شروع کن که پسش برمیاد، چون اگه از پسش بر بیای و یه اتفاق خوب برات بیفته، اون کار حرفه‌ای تر میشه هر دفعه. خیلی خوب، من ساعت 9 بود، الان از فلان شد میکنم 8:45. تایما تو زیر یه ساعت و نیم اصلا نداشته باش، که باید این به مرور، حالا میگم تو دفعه بعد فکر نمیکردم بچه ها اینقدر نه بابا برای چی میخوای از یک ساعت و نیم کمتر اصلا نباشه، چون زمانی که شروع میکنی دو هفته سه هفته بعد یک ساعت و نیمت بعد بشه 1:45، بعد بشه 2 ساعت، کنکور 4 ساعته بچه‌ها. یکی از مشکلات اینه که برای بچه‌ها بعد یک ساعت و نیم خسته میشن. من میخوام بدنه عادت کنه، تایماتون رو 1:30 مثلا یک ساعت و نیم بخون، 15 دقیقه استراحت به خودت بده، از اون یه ساعت و نیم بخون تا جایی که میتونی پیش بری. درس رو من که همکار بعدیمونم اومده با عرض شرمندگی میگم، واقعا حتما سعی میکنم. آره نیما یادم، ولی وقت متاسفانه خیلی خراب شد، از دستم در رفت، عرض معذرت عرض به حضورتون بکنم. یک کنیم اینا میتونید با هم دیگه برید جلو. از بچه ها پایه شروع کنید، حرف من گوش بدید، از درس های پایه شروع کنید. 10، 11، 12 درس هایی که مشترکه، مثلا فرض بفرمایید، حالا تجربه دارم میگم، باز همونو ادامه بدم، فصل 5 ریاضی 10 میشه تابع، فصل 3 ریاضی 11 میشه تابع، فصل 1 ریاضی 12 میشه تابع. شما دیگه نگی مثلا 5 دهم بخون، یهو تابع رو بخون، اونایی که مرتبط. نگی مثلا بگو گیاهی 10، گیاهی 11، یهو گیاهی رو جمع. ولی مثلا قلب خب واحد مستقلیه بر خودش، از دهم یعنی منظور من اینه که تو هم از پس قلب برمیای، هم از پس تنفس، هم از پس کلیه، از پس دستگاه عصبی، فصل 1 11 حواس، فصل 2 11 برمیای. نه از دستگاه عصبی شروع نکن، از بالا توپ 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 بیا پایین تا به یه حداقل عددی برسیم. بچه‌ها ببخشید من معذرت، چون میگم دوست دیگر تشریف دارن، ازتون مجبورم خداحافظی کنم، برای شرمندگی خیلی زیاد. حالا اگر به قسمت شد، چون میدم بر بچه کوچولو عجلن، یه لایوی رو میذاریم حتما توی همین 2-3 روز ادامه این بحث رو شاید اونجا بتونم براتون بگم. ولی در مورد بچه های خودم انشالله امید به خدا توی این 1-2 روز لایو در مورد برنامه عید میذارم، کالو بر بچه هایم که من متاسفانه نشد و قسمتم رو در خدمتشون باشم، سعادتشو نداشتم، من میتونن شرکت کنم و ببینن حالا به دردشون میخوره انشالله. تایم لایو رو هم اعلام نمی کنم بچه ها، از الان دارم میگم، ولی لایو سیو میشه، یعنی شاید یه دیر وقتی باشه که شما بیدار شاید نباشید، اون موقع براتون میذارم، ولی میتونید ببینید تو 1-2 روزه. فقط خواهش میکنم حواستون به اینستاگرام باشه تو 48 ساعت آینده که انشالله امید به خدا براتون بذارم. ادامه جلسه ما همینجا، مهدی تو هم حواست باشه بمونه، بقیهش انشالله در هفته آینده. قربونتون، خیلی ممنون و متشکرم، باز ببخشید که نتونستم، ایشالله 2 هفته بعد در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، سلام برسونید، آرزو دارم که یه اتفاق خیلی خیلی خوب بیفته و شاهد موفقیت های خیلی درست و حسابی و درجه ای که شما باشیم. قربونتون، خدا نگهدار.